سلام یک شنبه سی یک شهری بر 98 22 سپتامبر 2019 میلادی در مسابقه بین تیم های پرسپولیس و استقلال عده از تماشاگران شعار حمایت و یادآوری دختر آبی رو سر دادند لباسهایی با نام او به تن کردند و یاد سحر خدایاری این دختر سوخته در راه آزادی ز... حقوق زنان رو گرامی داشتند سرودی هم در بخشای از استادیوم به نام او خوندند علا اینکه این که امنیتی سرکوبگر و پلیس حضور بسیار سنگینی در استادیوم و اطراف اون داشتند در یک هفته گذشته در پیران سردشت و سقز سه کولبر با شلیک مستقیم به شدت مجروح شدند و 28 شهری ورماه ماه یک کولبر بر دو ساله به نام خاص امیر زاده هم در ماکو کشته شده قصه غمانگیز کشتار کولبران کماکان ادامه داره این قربانیان فقر و سوء مدیریت حکومت که از سوی دیگه قربانی سوجوی سپاه و آقای خامنهی هستند که انحصار تجارت با عراق رو در دستان خودشون گرفتند و حتی به کولبر ساده ای هم رحم نمید. در شرکت هپکو هم که قرار است فردا آقای روحانی مالک جدیدی برای اون تعیین کنه و یکی از خواسته های کارگران رو بدن کماکان شش کارگر در بازداشت به سر میبرند در نشکر هفته په هم 20 کارگر تا کنون اخراج شدند به این ترتیب دیده میشه که حکومت به شدت سرکوب و سختگیری خودش اضافه کرده حبس های سنگین رو نصب العینش قرار داده با این فکر که با توسعه سرکوب و چنگ و دندان نشون دادن به مردم احتمالاً بتواند جدوی موج مخالفت با خودش رو بگیره اگرچه وضعیت فعلی مردم ایران در یک جمله میشه گفت که مردم گرسنه خسته ناامید و ترسیده هستند اما این کیفیت در تقریبا تمام جنبش های مدنی دیگر دنیا هم دیده شده بوده هیچ جنبشی نبوده که از روز اول مردم بدون ترس و واهمه حرکت کرده باشند یا امیدوار باشند که به آینده بهتری میرسند بلکه در یک پروسهی در یک مسیری در واقع به تدریج مردم به میدان آمدن آمار و مطالعه نشون میده که تنها اگر سه و نیم درصد مردم به این نتیجه برسند که مبارزه میتواند رژیم رو ساقط کنه و آینده بهتری خواهند داشت و حرکت بکنند این عدد جادویی کافی است که برای اینکه بخش دیگر جامعه را هم به میدان بیاره به خصوص در ایران که بخش مختلف جامعه مدنی ایران بخش مختلف اقشار گوناگون گسل بزرگ اجتماعی وجود داره که سرشار از انرژی است که با به هم پیوستن اونها و آزاد شدنشون میتوان رژیم رو به زیر کشید و از اون عبور کرد یکی از این گسل ها گسل اقلیت و اکثریتی است که هم در مورد اتنیک ایران صدق میکنه و هم در مورد گروه های باورمندان به مذاهب گوناگون از جمله اهل سنت ایران که به نوعی بزرگترین گروه اقلیت دینی ایران هستند و به گفته علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس یک میلیون سنی در تهران مسجد ندارند و در هفت خانه شخصی نماز جماعت میخوانند حکومت حکومت شیعه روحانی سال هاست که به شدت با اهل تسنن برخورد میکنه و ساده ترین حقوق اونها رو هم از اونها دریق میکنه سومر نیوز خبر داده از اینکه در عراق هواپیمای ناشناس امشب یک حمله دیگر هم به یکی از پایگاه های هشت و شعبی کرده اگرچه اسرائیل مسئولیت این عملیات رو مستقیما به عهده نمیگیره ولی تمام شواهد نشون میده که اسرائیل تا خاک عراق عمق خاک عراق حتی گاهی به نزدیکی مرز ایران هم هواپیماهاش میان و مراکز هشت و شعبی رو که وابسته به جمهوری اسلامی هستند مورد هدف قرار میدن دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش کرده که در دیروزور در شرق سوریه نزدیک مرز اراخم هم به دلیل حمله های متعدد اسرائیل به مراکز که نیروهای ایران و وابستگان اون مثل همین هشت و و حزب الله لبنان قرار دارند امروز تظاهرات صدها نفر از مردم این منطقه بوده و خواستار خروج نیروهای ایران و پیوستگان اونها از منطقه بودن برای اینکه گفتند و حضور اونها با حملات اسرائیل باعث میشه که جان اونها به خطر بیفته آقای روحانی فردا آزم نیویورک خواهد بود ولی امریکایی ها به همراهان متعدد او که معمولا یک لشکر نزدیک به صد نفره با رئیس جمهورهای ایران به نیویورک میان ویزا ندادند چند از معاونین و مسئول دفتر ایشون و خبرنگاران که قرار بوده دنبال آقای روحانی بیان و به این ترتیب آقای روحانی با تعداد اندکی محافظ و همراه در نیویورک خواهد بود با امید پیروزی ایران و ایران